درود بر شما ایرانیان همراهان عزیزم در سرتاسر سر این کره خاکی در دومین بسته خبری امروز با خبری بسیار مهم و تحلیلی موشکافانه در خدمت شما هستیم شوک پزشکیان به اصلاح طلبان و طرفدارانش فرماندهان سپاه اداری کشور را در دست گرفتند از شما همراهان عزیز خواهش می‌کنیم که لطفا این ویدیو را لایک کنید و در قسمت کامنت های این ویدیو نظرات خودتون رو به فارسی و انگلیسی برای ما بنویسید. تنها حمایت شما میتونه فعالیت رسانه ی آوای ایران رو تضمین کنه. شک پزشکیان به اصلاح طلبان و طرفدارانش فرماندهان سپاه اداری کشور را در دست گرفتند. در حالی که در روزهای گذشته اصلاح طلبان و طرفداران مسعود پزشکیان امید داشتند تا با روی کار آمدن او بتوانند بار دیگر مهره های نزدیک به جریان اصلاحات را در رأس امور کشور قرار دهند، گزارشات منابع آگاه از درون نظام نشان می دهد که چند تن از فرماندهان سپاه در نامه مهم و فوری به رئیس دفتر مسعود پزشکیان از او خواستند تا از اظهار نظرهای هیجانی و انتصابات پیش از موعد خودداری کند. به گزارش این منابع اطلاعاتی، سپاه به همراهی بیت رهبری قصد دارند تا با دستچین کردن تمام کابینه پزشکیان مهرهای نزدیک به سپاه و بیت رهبری را در کابینه دولت جدید جمهوری اسلامی قرار دهند تا به راحتی بتوانند سیاست های کلان خود را همانند قبل پیش ببرند. این اتفاقات به حدی برای جریان اصلاح طلب شوکه کننده خواهد بود که گفته شده حتی محمد جواد ظریف که نقش اصلی در معرفی مسعود پزشکیان و ایجاد دو قطبی در فضای سیرک انتخاباتی رژیم را بر عهده داشت در دولت جدید جمهوری اسلامی پست و نقشی نخواهد داشت. به نقل از منابع آگاه گفته شده که سپاه پاسداران به شدت با انتصاب جواد ظریف به عنوان وزیر خارجه و حتی معاونی مسعود پزشکیان مخالف هستند و معتقدند او صلاحیت به دست گرفتن پستهای مهم در دولت گمشده علی خامنه ای را ندارد اگر از آن بخش از اصلاح طلبان یا افراد مرددی که تصمیم گرفتند در رأیگیری برای تعیین جانشین رئیسی به مسعود پزشکیان رأی بدهند پرسیده میشد چرا اغلب به امید اندکی تغییر می گفتند حتی یک درصد بهبود اوضاع هم کافی است امیدی که به نظر می رسد پیش از جوان زدن در حال پژمردن است داستان امید بستن بخشی از جامعه به چهره های نظام برای تغییر و سپس دیدن نشانه های فروپاشیدن این امید پیش از این اغلب چند سال زمان برده اما این بار به نظر می رسد از روز نخست انتخاب پزشکیان به عنوان ریاست جمهوری علائم این فروپاشی پی چند اتفاق و رفتار نمایان شده است رویدادهای شنبه 16 همه تیر ماه نخستین رگه ها از رفتار ختمش دولت پزشکیان را برای افکار عمومی آشکار کرد شنبه در رسانه ها اعلام شد قرار است رئیس جمهور منتخب نخستین نشست خبری خود را با رسانه ها و خبرنگاران در بعد از ظهر روز اول پیروزی برگزار کند پس از اندکی همان رسانه ها و سپس ستاد او اعلام کردند این برنامه لغو و به زمانی دیگر مکول شده است. اما ستاد پزشکیان به نمایندگی از او در نخستین گام برخلاف اصل شفافیت و پاسخگویی نه دلیلی برای لغو این نشست خبری و نه زمان جایگزینی برای آن اعلام نکرد. ساعتی نگذشت که کانال خبری امتداد متعلق به اصلاح طلبان و محمد حسین رنجبران مجری صدا و سیما اعلام کردند دلیل لغو این نشست برگزاری دیدار مسئول پزشکیان با علی خامنه ای بود. این رویداد از چند جهت قابل توجه است و تصویری از رفتارهای پزشکیان در آینده به دست می دهد که قابل بررسی است. نخست اینکه برگزاری نشست رسانه ای پس از پیروزی برای کسی که به ریاست دولت رسیده امری مرسوم و مورد انتظار است و لغو آن به دلیل دیداری که هر ساعت دیگری از روز هم می توانست برگزار شود به معنای بی اهمیتی یا اهمیت درجه دوم رسانه ها و مخاطبان این رسانه ها در دستگاه فکری مسعود پزشکیان است. نکته دیگر این که این نشست به خصوص از آن جهت مهم بود که بالا کشیدن نام پزشکیان و تصویرسازی جدید از او در دوران انتخابات در درجه نخست از کانال همین رسانه ها و روزنامه نگاران او انجام شد. آنچه پزشکیان در نخستین روز پس از انتخابش در قبال رسانه ها و روزنامه نگاران انجام داد با در نظر گرفتن این نکات و با توجه به اینکه دلیل این رفتار درخواست دفتر علی خامنه ای برای دیدار با او بود بیش از پیش معنا یابد. در فضای دوگانه و با عمیق شدن شکاف میان جامعه و حکومت و در شرایطی که اصلاح طلبان سعی دارند اینطور وانمود کنند که قرار است پزشکیان در کنار جامعه بیستد و این شکاف را اندکی کمتر کند او به رسانه ها به عنوان نمایندگان افکار عمومی پشت کرد و به دیدار خامنه ای به عنوان نماد استبداد، سرکوب و تحقیر جامعه رفت. پزشکیان حتی در سخنرانی همان روز خود در محل دفن خمینی از خامنه ای تشکر کرد و گفت که بدون حمایت او نامش از صندوق بیرون نمی آمد و فارغ از معنای کنایی که از این حرف می توان برداشت کرد، او ترجیح داد رسیدنش به قدرت را دینی به خامنه ای معرفی کند. من در این روندی که پیش اومد و انتخابات به طور آرامی شکل گرفت و نهایتا رعی ها تونست درست خونده بشه اول باید از مقام معظم رهبری تشکر کنیم که قطعا اگر ایشون نبود من تصور نمیکنم به این راحتی از این صندوق ها اسم ما در می اومد. این هدایتی بود که رهبری داشتم روز دوم ریاست جمهوری پزشکیان روز تصویه و پاکسازی چهره ها و فعالان سیاسی و مدنی اطراف او بود. با گشتی در شبکه های اجتماعی و حساب های کاربری فعالان ستادهای استانی پزشکیان در این شبکه ها شمار روبه رشدی از پستهایی را می دید که اعضای ستاد او منتشر کرده و میگفتند هنوز اتفاقی نیفتاده کنار گذاشته شدند. در یکی از شهرستانها چهره حامی پزشکیان که در دوره محمد خاتمی فرماندار بوده در اینستاگرام پستی را منتشر کرد و به این مسئله که قرار نیست دولت پزشکیان دولت اصلاح طلبان باشد اعتراض کرد و نوشت ما که برای آوردن او تلاش کردیم نباید از صحنه کنار گذاشته شویم همزمان تعدادی از چهره های سیاسی و رسانه ای در شبکه های اجتماعی تصاویری از مدیر یکی از رسانه های نزدیک به پزشکیان منتشر کردند و خبر دادند که او بعد از انتخابات از مسیر رخدادها و تصمیم گیری ها کنار گذاشته شده است. پزشکیان پیش از این هم گفته بود که خود را از لحاظ تعلق سیاسی اصلاح طلب نمی داند و به همان شیوه مرسوم برای فرار از پاسخگویی خود را اصولگرای معتقد به انجام اصلاحات معرفی کرد. پزشکیان حتی در جلسات جبهه اصلاحات به رهبران اصلاح طلب گفت که به آنها وعده ای نمی دهد و خود را اصولگرا می داند. این یعنی همان کسانی که سعی کردند با ایجاد یک برند جدید از پزشکیان و معرفی او به عنوان یک چهره منتقد حکومت از شهروندان رأی بگیرند پس از انجام کارکرد انتخاباتی و مصرف سیاسی کنار گذاشته شدند در یک ویدیوی منتشر شده از ستاد پزشکیان یکی از مقامهای پیشین و فعال اصلاح طلب علنا گفته بود حامیان او باید به جامعه القا کنند که او یک چهره مخالف است زیرا خودش نتوانسته به خوبی چون این تصویری از خودش نشان دهد. انتخابات به پایان رسیده و ادغام پزشکیان در شبکه های نظامی، ایدئولوژیک و سیاسی مرکز قدرت آغاز شده است. به نظر می رسد در این روند، اطرافیان او بیش از پیش و با سرعت بیشتر تصویه و جایگزین خواهند شد. روز سوم پزشکیان رئیس جمهور، یعنی دوشنبه هجدهم تیرما، روز لبخند او به رهبران نیروهای نیابتی نظام در منطقه و پشت پا زدن به وعده های اجتماعیش برای داخل کشور در دوران انتخابات بود. مهمترین رویداد این روز نامه او به حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان بود. نامه‌ای که او در آن بر حمایت از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی تاکید کرد. پزشکیان قبلا هم ارادت خود به سپاه و حمایت از برنامه های موشکی را ابراز کرده بود. یک بار با امضای طرح حمایت از سپاه و پوشیدن یونیفرم و یک بار با دفاع از موشک و پهپادهای سپاه در مناظره های انتخاباتی این در حالی است که یک بخش مهم از اعتراض جامعه به خطی مشی حکومت همین تحرکات و دیپلماسی تنش آفرینی نظام جمهوری اسلامی با مجریگری سپاه در منطقه است اصلاح طلبان و خود پزشکیان نیز به خوبی از این نارضایتی جامعه از سیاست خارجی جمهوری اسلامی مطلع هستند اما ظاهرا منافع آنها ایجاب نمی کند که آن را به رسمیت بشناسند و در رفتار و عملکردهایشان بازتاب دهند. شعار نقض لبنان جانم فدای ایران که از سال 1388 به شعار ثابت تجمعات و اعتراضات سراسری تبدیل شده خبر از همین روی کرده اعتراضی جامعه می دهد. اما پزشکیان ترجیح داد در همین آغاز کار نشان دهد که خط همان خط جمهوری اسلامی است و راه همان راه رئیسی و خامنه ای. خبرگزاری ایرنا هم سهشنبه 19 همه تیر در یادداشتی نوشت که این خط تغییر نخواهد کرد و بلکه تقویت هم خواهد شد. از سوی دیگر سهشنبه خبری منتشر شد که نشان میداد پزشکیان و تیم او آنطور که اطرافیانش به جامعه تلقین کردند قرار نیست بساط گشت ارشاد و هجاب اجباری را جمع کند و مقابل آن بیستد. بر اساس این خبر در اسفهان مسئولان ارشد ستاد پزشکیان از اجرای یک زن فعال اصلاح طلب در برنامه جشن پیروزی او ممانعت کرده و دلیل آن را هم هجاب او عنوان کردند. این زن اصلاح طلب پیشتر و در زمان نیاز به جلب آراء مردم مجری برنامه های ستاد در جریان کارزار انتخاباتی بود. این خبر تناقض خط مشی تیم پزشکیان و اطرافیانش با شعارهای انتخاباتی کارزار او را ایان کرد. پزشکیانی که کارزار او و خودش بارها سعی کردند در رسانه ها خود را مخالف وضع موجود از لحاظ تحمیل هجاب به زنان نشان دهند بلافاصله پس از پیروزی حتی با اعضای ستادشان رفتار متناقضی کردند و یک زن را به خاطر پوششش کنار گذاشتند پزشکیان پیشتر طرح امر به معروف برای تحمیل اصول حکومت بر پوشش شهروندان را در اماکن عمومی امضا کرده بود او همان کسی بود که گفته بود جلوی معاینه زنان را در بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی به دلیل نگاه مذهبیش گرفته بود و در سخنرانی های انتخاباتی به زنان بدون حجاب به عنوان افراد دارای مشکل نگاه می کرد و نه کسانی که حق انتخاب پوشش دارند ما انقلاب که شد مسئول پاکسازی و بازسازی بیمارستان ها و دانشگاه شدیم بیمارستان ها و دانشگاه دانشگاه کلن اون موقع هم شاید, شاید که نه ما وقتی به اصطلاح مسئول شدیم یه بخشنامه کردیم به همه که مثلا باید با این چارچوب بیایید البته رفتیم با دادگاه انقلاب و با بچه‌ها هماهنگ کردیم که ما این رو میگیریم فردا هنوز بحث حجاب اینا نشده بود هنوز این بحثا نشده بود که چیز بود بعد از اون دو ماه بعد دولت اعلام کرد که مثلا این اتفاقات باید بیفته این شما 57 بله ما همون لحظه که مسئولیت گرفتیم برای اینکه بتونیم اون روند چیز بشه قبلا اومدیم با بچه های مجموعه کسانی که سیاست گذار بودن تو شهر هماهنگ کردیم با بچه های دانشجو هم هماهنگ کردیم اگر خواستند مثلا اعتصاب بکنن یا مشکلی پیش بیاد بیمارستان با مو... مشکل مواجه نشه مجموعه جریاناتی رو که بودند رو هماهنگ کردیم و بعد اومدیم فرصت دادیم گفتیم تا این فرصت کسی که میاد بیمارستان باید با این شکل بیاد خب یه سری اعتراض کردن آها. گفتن اینجوریه و اینا ما هم نشستیم باشون حرف زدیم ما گفتیم بیرون با شما کاری نداریم ولی بالاخره بیمارستان این چارچوب اون م... چیزایی که مثلا گذاشته بودین که مثلا با چه مشخصاتی بیان یادتونه گفته بودیم مثلا با چه مشخصاتی بیان داخل دانشگاه و علاوه ظاهری مثلا با... بالاخره شلوار باید ت... سرشون روسری رو میگرفتن لباس آستین بلند باید می پوشیدن. یعنی کاملا یه حجاب و مانتو داشتیم باید نه بعد ما هنوز شدن. هجاب قانون نجده شما بله. ما باید باید می ما گفتیم باید این کارو بکنید <applause> و اجرام کردیم بعد از ده روز دیگه همه حتی انقلاب فرهنگی دانشکده ما شروع شد یعنی ما دانشگاه رو بستیم و بعد حضرت امام پیام داد و دانشگاه ها بسته شد اما حجاب تنها موضوع روز سوم ریاست جمهوری پزشکیان نبود فیلترینگ اینترنت هم به مسئله تبدیل شد ماجرا از آن قرار بود که ویدیویی منتشر شد که در آن پیام فیز عضو شورای سیاستگذاری ستاد پزشکیان در یک مصاحبه تلویزیونی پس از انتخاب او به عنوان رئیس جمهور گفت پزشکیان در طول انتخابات سراحتا هیچ وعده‌ای به مردم نداده است و در مورد فیلترینگ دغدغه دارد اما هیچ زمانی وعده رفع فیلتر نداده است انهات در طول انتخابات آقای دکتر پزشکیان در تمام ادوار مختلف انتخابات ریاست جمهور شاید به شخص رو اولین فردی باشه که هیچ وعده ای رو سراحتا نداد به مردم ولو حتی فیلتر شکن ایشون در رابطه با این مسئله دغدغه دق 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 داره اما چون میداند که این سیکل ممکن است با افرادی در ارتباط باشه با افرادی که آقای داری شما, شما تکسیب کردین چیو نه 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 من اصلا تکسیب نمیکنم. کنم من خدمت شما دارم صراحتا عرض میکنم. ایشون در رابطه با مسئله فیلترینگ دغدغه دق 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 داره بس. و حتما در جهت رفع این موزن آقا بارها تو مناظرات تلاش میکنه تلاش میکنه. تلاش میکنه ولی ایشون سراحتا نگفت که من حتما و حتما این کار رو انجام میدم چون م... به قول گفتنی میگه اشراف داره به مسئله که تنها تصمیم گیر بود انتخابات گذشت نه عنایت بفرمایید ما هنوز زیادمون نه نه ببینید آه. من دارم عرض میکنم خدمتتون بنده باز هم دارم تاکید میکنم آقای پزشکیان دغدغه من تو این حوزه هست ای من متوجهم دغدغه حتما و حتما در این رابطه گام های محکم و عملی برمی‌دارم شهروندان و کاربران مجازی به سرعت به این سخنان واکنش نشان دادند چرا که سخنان معترضانه پزشکیان در دوران نیاز او به رأی را فراموش نکردند زمانی که او از رفع فیلترینگ سخن گفته بود سید لیلاز فعال اصلاح طلب نیز درباره احیای برجام گفت من اصلا به مسلحت پزشکیان نمی بینم که بخواهد کوچکترین حرکتی در زمینه سیاست خارجی بدون اجازه و موافقت خامنه ای انجام دهد. اما افراد نزدیک به علی خامنه ای نیز بر اجرای دستورات او از سوی دولت جدید تاکید کردند احمد سالک عضو جامعه روحانیت مبارز و عباس کعبی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قوم ضمن بیان اینکه سیاست های کلی نظام خط مشی عمومی دولت جدید است اطاعت از ولی فقیه را توصیه کردند با این تفاسیر آنچه از پزشکیان برمیآید تبعیت مس از علی خامنه و اجرای سیاست های او در حوزه های مختلف است. خود او نیز در همین چند روز نشان داد پایه اجرای چنین سیاستی و رفتن در چنین مسیری است. با وجود آنکه بقیده بعضی شاید قضاوت درباره تحقق وعده تغییر از سوی پزشکیان زود باشد، اما بنابر زرب المثل معروف سالی که نکوست از بهارش است یاران و همراهان عزیز به پایان این بسته خبری از آوای ایران رسیدیم. بدرود و پایند ایران